پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اردیبهشت سال 1359، یعنی دقیقاً 30 سال پس از بازگشت پیکر رضا شاه به ایران، مقبره او به دستور صادق خلخالی تخریب شد. ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه. خلخالی نه تنها قبر رضا شاه را با خاک یکسان کرد، بلکه قبر علیرضا پهلوی و حسن علی منصور را نیز از بین برد. او در سالهای بعد در خاطراتش نوشت که این تبعیت از آرای ملت بوده و ملت ایران او را در این راه تأیید می کردند. او گفت که با تخریب این مقبره روحیه خدایی در مردم زنده شد و برعکس در بین طرفداران سلطنت و دودمان پهلوی ایجاد یأس و ناامیدی کرد و گفت که شنیده که شاه در قاهره و پس از باخبر شدن از تخریب مقبره دیگر نتوانسته روی پای خود بایسته و او را به بیمارستان بردند. خلخالی گفت که به نظر او این احتمال نیز وجود داشت که اگر مقبره بر جای خود باقی بماند، در طول سالیان دراز و در آینده به مزار تبدیل شود و او به چشم خود دیده بود که عده‌ای از مردم پس از زیارت حضرت عبدالعظیم بر مقبره رضا شاه هم فاتحه می‌خواندند.